جنگ و درگیری فیزیکی در تمرینات بایرن مونیخ، ستاره ها به جان هم افتادند. زیدان به این ایدن هازارد امیدوار هست. ایدن هازارد ستاره بلژیکی را آل مادرید در حال رسیدن به مرز آمادگی قرار گرفته است. تمرین 29 جنوری بایرن مونیخ حواشی عجیبی را به همراه داشته است. بایرن مونیخ که نیم فصل دوم بوندسلیگا را با اقتدار آغاز کرده و در شرایط خوبی قرار دارد، 29 جنوری از شر حواشی بازیکنانش در امان نماند. در متن ماجرا لئون گورتوسکا و جروم باتینگ دو بازیکن آلمانی بایرن مونیخ قرار داشتند و حضور دیگر بازیکنان در ادامه باعث شد درگیری بیشتر از این نشود. طبق گزارش نشریه بیل، لئون گورتوسکا در یک صحنه بدون توپ خطای خشین روی پای باتینگ انجام می‌دهد و این حرکت باعث عصبانیت و عکس العمل مدافع با تجربه بایرن مونیخ می شود. باتینگ با دست به دست گورتوسکا زده و درگیری در حال شدت گرفتن است که رابرت لواندوفسکی خود را به صورت سر صحنه رسانده و مانع ادامه ماجرا می شود. در ادامه توماس مولر مهاجم آلمانی بایرن مونیخ به لئون گورتوسکا اعتراض کرده و مدعی می شود که همیشه اینقدر خشین بازی می کند. اما گورتوسکا با عکس العمل عجیب دستش را پیش روی خود گرفته و نشان می دهد که علاقه به شنیدن صحبت های مولر ندارد، که این رفتار موجب عصبانیت مهاجم بایرن می شود. در نهایت نشریه بیلد مدعی شد علیرغم این حواشی تمرین امروز بدون آشتی بین گورتوسکا و باتینگ به پایان رسیده و به نظر می رسد باشگاه بایرن مونیخ نیز علاقه بعد در نظر گرفتن تنبیه برای هیچ کدام از این دو بازیکن را ندارد. البته این اولین بار نیست که جروم باتینگ با هم تیمی هایش در تمرینات درگیر می شود. 4 سال قبل و در سال 2015 هنگامی که پیپ گواردیولا هدایت این تیم را بر عهده داشت، اما بر سر سوژه مشابه با رابرت لواندوفسکی درگیر شده بود. اما امروز ستاره لهستانی نقش میانجی را بازی کرده و او را از گورتوسکا جدا کرد. وقتی در تابستان سال گذشته و بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهاد ایدن هازارد با مبلغ 100 میلیون یورو از چلسی راهی رئال مادرید شد، به نظر می‌رسید خلای حضور بازیکنان بزرگ در برنابئو به اتمام رسیده است. اما در چند ماه اول حضور ایدن هازارد در رئال مادرید، این بازیکن با دوران اوج فاصله داشت و هفته‌های اخیر را نیز به دلیل مصدومیت از دست داده است. اگر چند پیش بینی می‌شد ایدن هازارد در دربی ابتدای هفته بعد مقابل اتلتیکو مادرید حاضر باشد، اما او هنوز از بند مصدومیت رهایی نیافته و احتمالاً حدود 3 هفته دیگر قادر به بازی کردن خواهد بود. اما تصاویر اخیر منتشر شده از ایدن هازارد نشان دهنده تلاش فراوانی او برای بازگشت به میادین و البته کاهش وزن واضح این بازیکن داشت. هازارد در روزهای ابتدایی انتقال به رئال مادرید به وضوح اضافه وزن داشت و حتی خودش نیز مدت قبل اعتراف کرد در تابستان وزن او چند کیلو زیاد شده است. اما این تصاویر موعد آن است که ستاره بلژیکی در شرایط خوبی جسمانی به میادین باز خواهد گشت. هنوز دشوارترین روزهای رئال مادرید در این فصل باقی مانده و هواداران این باشگاه امیدوارند بازگشت ایدن هازارد در شرایط آرمانی کمک رسان زیندین زیدان در مقاطع تعیین کننده و پایانی فصل باشد. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.